سلام و درود بزرگواران، خانواده عزیز. آیا امریکا اوکراین رها میکنه مثل افغانستان؟ این سوال است که مجله شپیگل آلمان مطرح کرده و این سوال زمانی مطرح شده که به قول معروف خروس سلواکیا از قفس ناتو گریخته، این 2-3 روز پیش، و انگلیس به تازگی اعلان کرد که سخن وزیر دفاع ما که پریروز گفته بود که ما داخل اوکراین می جنگیم، میگه او اشتباه بود، گپ ما نیست. بهرحال اشپیگل آلمانی تو مطرح میکنه که حال زمانش فرا رسیده که در امریکا اولویت ها تغییر کرده و تغییر اولویت ها به معنای از است که امریکا از درگیری با روسیه در اوکراین پرهیز بکنه، در اولویت امریکا نیست. حال توجه امریکا به دلیل رقابت های ریاست جمهوری به زودی به طرف سیاست داخلی معطوف میشه، که البته چیز نظر معقول است. اوکراین در حال از دست دادن موقعیت خود در فهرست اولویت های امریکا است. اونا دیدیم که در بودجه موقتی که تصویب شد کنگره کدام سهم به اوکراین اختصاص دادن نشد. بنابراین اوکراین باید برای خروج از درگیری با روسیه خود آماده کنه. چی یعنی؟ اهداف اعلام شده ای که قبلا کرده شرط و شروط خود و شرط و شروط خود در یک گوشبانه برای روسیه بگویه که شرط و شروط خود چیست که مورا بپذیرم اجرایی بسازم. اینی رایش است، نشان بده که خب البته این وضعیت نشان میده که مطابق حواله اشپیگل که حمایت امریکا تا 17 نوامبر است، بعد از او بیخی تغییر میکنه. یعنی اوکراین به زودی باید در مورد ایجاد یک راهبرد خروج از درگیری فکر بکنه. دیگه پیروزی آشکار بر روسیه رو چیزها رو که تال به اصطلاح مردم ما شما دان خود مزه مزه میکرد، از این گپا تیر شود. اما ما یک چیز دیگر رو دیدیم از جوزف بوریل، یک خبر تو یک تقریبا فیر سرچپشون دیدیم. او آدم در کیف آمد؟ خب اولا این جوزف بوریل یک سیاستمدار چپگرای اهل اسپانیا است. در تلویزیون حتما دیده باشین، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا. ای آمد در کیف، آسمان و ریزمان بافت در مورد تخصیص کمک اتحادیه اروپا در سال آینده به اوکراین سخن گفت. مثلا گفت که یک بسته جدید 5 میلیارد یورویی را برای اوکراین به سال 2024 ما پیشنهاد میکنیم. از صندوق صلح اروپا با جنگ سرمایه گذاری میکنه، از صندوق صلح اروپا. این حال شما حساب کنین دیگه. اما فعلا خودش هم گفت که رویش توافق نشده و ما فکر میکنم که توافق نخواهد شد. چرا؟ دلیلش ایست که وضعیت اقتصادی اروپا وضعیت نامطمئن است، حالت نوسانی داره و ممکن است حتی ایجاد شکست های درونی وجود بیاید، یعنی ایجاد شود. قوی ترین تعهد امنیتی گفتم امنیتی خیطال چی میکردی؟ که اوکراین با عضویت اتحادیه اروپا دارد. خب اتحادیه اروپا یک طرف است، بحث اوکراین عضویت در ناتو است. اگر جوزف بوریل خان این مسئله را در بارش فکر کرده باشد، اما خود ناتو دست خوش اختشاش است. شما ساختار درونی خود شما کجا درست است؟ این با تازگی نخست وزیر جدید سلواکی رابرت فیکو آمد به اصطلاح از قفس ناتو خود کشید و
امریکا اعلان کرد، گفت خود رسانه های غربی آشکارا میگویند که در صفوف ارتش اوکراین فاشیستا می جنگند. یعنی مثلا همه قطعات آزوف بین ببینی که اعضایش فاشیست های، همونطور دو آتشه، همونطور به اصطلاح ما شما فاشیست های برالا هستن. خود سلواکی ها چی مردم چی میگن؟ میگه یا گروه باندرا هستن. باندرا، استپان باندرا، همون کسی بود که جنگ دوم جهانی بر ضد کشور خود در چیز قول اردوی ایتلر می جنگید. میگه اونا هستن. خب ما یادم میگه که ما اوباش های خیابانی رو در آشای جامعه رو میبینیم. عجیب است که من هرگز من بیاد ندارم که یک اراذل خیابانی با مسلسل تانک ظاهر شود در یک کشور. ما چرا مصارف و هزینه های خود و پای از اینا بریزیم؟ ایتیک در بین اتحادی اروپا ببینیم یا آزوفا همیشون در ارتش خدمت میکنن، کارهای بسیار وحشتناکی را انجام میدن. خود یادم میگه ما شوکه شدیم که در خارج بر امینا فرش قرمز پهن میکنن. خب اینجا دیگه کاملا دم سیم آخر زد دیگه نخست وزیر جدید سلواکی و کسایی که خواستار پدیدهای مشابه در سال 2023 هستند، در واقع میراث قیام ملی سلواکی ها را زیر پا میگذارند. بر ضد فاشیست ها یک وقت شده بود بنام اینا مخالفت خود اعلان کرد که ما با فاشیزم و نازیزم می جنگید. ای باید ناتو و اتحادیه اروپا را شوکه ساخته باشد. تغییراتی که در سلواکی آمد، فکر میکنم که در مجارستان هم چنین خواهد شد، که هم چنین شده تقریبا. از یک طرف مقام وزارت دفاع بریتانیا میگه اسناد روسیه درباره افزایش هزینه های نظامی به دست آمده، در دست است که چی؟ در سال 2024 یعنی اینا آمادگی به یک جنگ طولانی در اوکراین گرفتن، تدارکات دارن روسا، تا چند سال دیگه تدارکات جنگی را انداختن. این را روزنامه انگلیسی گاردین گزارش کرد، هزینه های دفاعی حدود 30% از کل هزینه های عمومی روسیه به همین تدارکات نظامی اختصاص داده شده. بسیار کلان گپ است. این وزارت دارایی روسیه بودجه دفاعی بیش از 10 تریلیون روبلی را اعلان کرد که میشه 112 میلیارد دلار و این برابر است با 6% تولید ناخالص داخلی و 68% افزایش نشان میده نسبت به 2023 که می این 2-3 ماهش مانده که برای خلاص شد. ای و کدام جنگ است؟ ای رو انگلیس ها کشف کردن، استخباراتش و گاردین ای رو پخش کرد. در اون طرف امریکا به قول مکگریگور از کارشناس پنتاگون قبلی، یک آدم مجرب است، او میگه که امریکا دو راه داره، یا اوکراین ترک کنه یا با تمام قوای خود داخل اوکراین شود، دیگر راهی نیست. واشنگتن یا شکست در اوکراین به دلیل خطر تشدید مستقیم با روسیه بپذیره، یا دیگر سمسایی ارتش خود مارش بکنه به طرف اوکراین. کدامش صحیح است؟ دومش بدترین گزینه است، به خاطر از اینکه امریکا برای یک این سناریوی دوم هیچ آماده نیست. و اصلا چرا باید آماده باشه؟ چرا گم کرده؟ چیزی را که گم کرده در اوکراین نیساله. متوجه میشین؟ بعد از افغانستان اوکراین در حال باخته شدن است. حالا مکگریگور میگه که ما به نقطه رسیدیم که یا اعلان کنیم که دیگر نمیتونیم کاری را انجام بدیم، به خاطر از یک اقدامات بیشتر خطرات جنگ مستقیم در پی داره، یا ای که عمیق درگیر جنگ شویم و کار به اصطلاح به استفاده از نیروهای زمینی برسانیم. بنابراین ما آماده گزینه دوم
نیستی. خب پس چی؟ مرض دارین خیلی؟ داله، بله مرض است. او مرض به اصطلاح یک حساسیت استراتژیک است. بایدن پیشنویس بودجه موقت به ظرف به 45 روز به خاطر از یک دولت فلج نشه تصویب کرد که در 45 روز شامل کمک به اوکراین نیست. یعنی جمهوری خواه او را برداشتن همین برش کمکی احتمالی به اوکراین. معلوم از دیگر که اینا در آسانه انتخابات بعضی برنامه های دیگه ای دارن که برای کسایی که در اوکراین هم دستشان باز است هم دانشان باز است فکر میکنه که شوکه کننده خواهد بود. در انگلیس جنجال صورت گرفت بعد از اینکه وزیر دفاع جدید انگلیس از اعزام نظامیان به اوکراین سخن گفت. ایندپندنت و روزنامه میرور این گزارش کردن به نقل از نخست وزیر ریشی سوناک. او گفته که قطعا اعزام نیروی نظامی به اوکراین در دستور کار ما نیست، غلط است. این وزیر دفاع جدید این آبرویش برد از آقای گراند شاپس که آمده بود چون تازه وزیر دفاع شده بود تو سینکش آمده در اوکراین اینجا گپ زد که نیروهای نظامی با اوکراین ما روان میکنیم. ریشی سوناک دوباره چی شد؟ جنجال خلق شد در لندن و گفتن این اشتباه است. ریشی سوناک گفت ما فقط در خاک انگلیس آموزش میدیم نه در خاک اوکراین. او چیزی که وزیر دفاع گفت ای که شاید یک روز در آینده در اوکراین ما بتانیم همی کار بکنیم خود گپ جداست، اما فعلا هرگز در اولویت ما نیست. یعنی رد کرد به خاطر از اینکه مدودوف گفته بود که درست از خیلی شما که تو میکنین ما همون نقطه ای را میزنیم که سربازا میاین از اون مثلا کشتی ها انگلیس. خب بر نخست وزیر انگلیس گفت که هیچ سرباز بریتانیایی برای جنگیدن در جنگ کنونی اعزام نمیشه و ما با آموزش نیروها ادامه میدیم. من گپای همینطور اگر مگر گفته ما شما که در افغانستان که میکردن یه مورد و میدویدوف و پیشتر عرض کرده که او گفت بسیار خوب است شما پیش بیاین ما نیروهای اعزامی انگلیس هستم خود اوکراین نابود میکنیم سعید بسیار کار خوب میکنیم. اینجا دیگه اونا عقب نشینی کردن. کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید یک گپ زد بسیار جالب میره در پایان برنامه آوردم. یعنی ببینید که سخنگویان در کدام آب و هوا هستند. خانم کارین ژان پیر میگه که ای پیام ما با پوتین است که رئیس جمهور بایدن باید در ائتلاف متشکل از 50 کشور برای ارائه کمک به اوکراین ایجاد کرده که باید اجرایی شود. این پیام ما با پوتین است که یعنی 50 کشور در پشت اوکراین کمک عرضه میکنند و ما بیش از 140 کشور متحد کردیم تا تهاجم روسیه به اوکراین محکوم کنند. چی وقت؟ یک اطلاع نداره 140 کشور کی روسیه را محکوم کرده؟ میبینین؟ خب باز ژان پیر میگه که اگر پوتین فکر کنه که میتونه با ما غلبه کنه اشتباه میکنه. یک سخنگوی کاخ سفید به میره قم گپ نباید بزنه. گپ خود سنجیده پخته موجه و منطبق و اصل بزنه. خب میگه که پوتین فکر کرده باشه که میتونه از ما پیشی بگیره اشتباه میکنه. خیلی پیشی گرفتن چی است؟ کارین ژان پیر در کجا از در کجا زندگی میکنه؟ نمیفهم. خودم امریکا هست اما این رقم از پرت از وقای اوی مگر ندید که در کنگره در بودجه موقتی 45 روزه هیچ پولی به اوکراین اختصاص نیافت؟ این ندید؟
و ایره نمیشنوه که مثلا تعداد روزافزون سیاستمدارای امریکایی از حمایت از اوکراین انتقاد میکنن؟ عجبا یک کس دیگه پیدا شده در وزارت وزیر در مقام وزارت خارجه لیتوانیا، او هم مثل که یعنی در واقعیت های میدانی رو دیده نمیتونه. ای آدم میگه که غرب به لطف رهبری امریکا در برابر روسیه استادگی کرد، به لطف رهبری امریکا، اما برای پیروزی نیاز به رهبری امریکا به ویژه از نظر مقیاس و سرعت کمک های نظامی بیشتر است. خب باز این چشم از هم در جیب امریکا، اینا پیروز میشن، هنوز خود از تناب امریکا میتونه آویزان نگاه کردن. خب گناهش نیست، به خاطر ازی که لیتوانیا در خط کشورهای بالتیک است و به اصطلاح ما و شما که روسیه یک پف کنه او به اصطلاح توازن خود از دست میده. شاید بسیار ترسیدن، واقعا ترسیدن و ببینید که یکی خود ترس است، یکی یک مقام وزارت خارجه مثلا به این سطح مثلا گپ میزن. این بود موارد متفاوتر از وقایع میدانی در اوکراین.